ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। بیاین بیاین، شما اونجا بشینین، بفرمایین. بقیه بیاین اینجا، بیاین تو، بیاین از این طرف، بفرمایین بشینین 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 رو پخش کن. هر چیزی که برق میزنه طلا نیست، هر چیزی هم که چسبناکه تار نیست. فردا هر کسی معنی این جمله رو از نظر خودش بنویسه بیاره، باشه؟ بعد در موردش صحبت میکنیم. الان میتونین بریم. گلسون تو وایسا. مینو تو برو. گلسون اون آهنگو بخون، همون که داشتی الان میخوندی. मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ कुछ دیگه میتونی بری. خاله، این روز شیخ حبیب‌الله قراره بیاد خونه ما، فرصت خیلی خوبیه، لطفاً به دیدنش بیاین. با یه دعاش همه غماتون تموم میشه خاله جون. گفتم که میتونی بری. خاله، فقط یه بار امتحان کنین و ببینی. امروز خونه خیلی کار داری، دیگه میتونی بری. خاله، شما که خیلی تلاش کردین، این بارم امتحان کنین. خاله، به هم اعتماد کنید، این تلاشو میکنید 100% نتیجه میده.
یه معجزش که جلوی چشمتونه، داداش کوچیکم میربخش از دعای اون به دنیا اومد. اگه از برکت دعاهای اون تو خونه یه نفر پسر به دنیا بیاد، نمیشه از برکت دعاهاش یه پسر به خونش برگرده؟ بلندتر از دعای مادر، آیا دعای دیگه ای هم هست؟ من مسائل خودمو به اون واگذار کردم، اون خودش پسرمو به هم بر میگرد. یه دقیقه داداش هارون، یه دقیقه، زودی میام. زود باش دیگه، یه ساعت منتظرم. زندایی اونجا عصبانی میشه و تو این خیالت هم نی. ساعت بار گفتم منو دنبال تو نفرستن، مرشدین الان قراره بیاد و من اینجا پشت در منتظر تو وایستدم. زود باش دیگه، بری. وقتی رفتیم خونه میبینی زندایی چقدر عصبانی شد. راستی داداش هارون، امروز شیخ خونمون میاد دیگه؟ نه. آره دختر، چند دقیقه دیگه میرسه، واسه همین میگم زود بریم. من میخوام ازش یه دعا بگیرم داداش. دعا واسه چی؟ واسه بیلو. بیلو کیه دیگه؟ بیلو دیگه بلال، پسر خاله نگار. راستش خاله امروز خیلی غمگین بود، همش گریه میکرد. شیخا دعا رو تو جیبشون نمیگردونن، باید پیش قدماش بری بشینی، بعد مرحمتی میکنه. پس بهش بگو بره پیشش دیگه، دردشو بگه، شاید یه مرحمتی بکنی. ای بابا، خودت که بهتر میدونی خاله به این چیزا اعتقادی نداره. آره خیلی خوب میدونم، پس بهش همینو بگو، وقتی اعتقاد نداره هیچ کاریش نمیتونه بکنه، اعتقاد داشتن خیلی مهمه. بیا بریم. واسه خودش یه چیزی میگه الکی. بازی گوشی نکنین، مرشدین قراره بیاد. از اینجا برو، زود باش، از اینجا برو. چی نگه داشته بود؟ این دیگه چه وضعیه؟ مگه دیوونه شدیم این اوصال بابا بزرگه یا عروسی؟ دیوونه، همین فرصت هست که مامان پسر و واسشون عروس انتخاب میکنه. خیلی خوب، اینو بگو، اون چرا نگه داشته بود؟ نکنه دعوت کرده بود؟ تو واقعا دیوونه. بیچاره گریه میکرد به خاطر بیلو. سلام آبجی کنیز، حالتون چطوره؟ علیک سلام، تو چطوری؟ شنیدم چسبیدی به درس. چه نیازی بود امروز بری؟ امتحانا نزدیک مامان جون. باشه، الان برو آشپزخونه، حواست به کارا باشه. برو، برو دیگه. میگم مامان، شما هم پیش شیخ میرین؟ فعلا نمیدونم. یه نفر بهم گفت ازش دعا بگیریم. کی؟ خاله مهرنگار، واسه پسرش میخواست. شیخ فقط واسه مراسم قرار بیاد، نه واسه دعا دادن. امروز مثل ابر بهار گریه میکرد. گفتم که امروز نمیتونه به کسی دعا بده. یالا برو به کار آشپزخونه برس. پاشو. بفرما،
یکیش اومد اون یکیش غیبش زد. معلوم هست شما دوتا کجایین دختر؟ یالا زود دست به جامور، تو که میدونین میوه رو باید بفرستین پایین. قبل از اومدن مرشدین از صبح دارم تنهایی کارا رو انجام میدم. این همه چیز درست کردم، برنج، خورش، سالاد، دسر، نوشیدنی، عالم که این میوه ها. یالا زود باش چاقو رو بگیر و این میوه رو قارچ کن، زود باش. من همه کارا رو انجام میدم سنمو، میشه یه کار کوچیک برام انجام بدی؟ هم نه دختر، دیگه نمیتونم واسطه ای تو بشم. اون فقط واسه مراسم میاد. همین. باشه، پس یه کاری میکنم، تو نامه مینویسم میدم شما، فقط نامه رو بهش بدی. من تو دیوونه شدی؟ میخوایم اوت منو دعوا کنه؟ اون شیخه، وزیر نیست که من ازش درخواست داشته باشم. تو هم دیوونه ای به خدا. اونم برای چه آدمی میخوای این کارو بکنی که اصلا به شیخ احترام هم نداره، اصلا ارزش نداره. زود باش شاقو رو بردار، کاری که بهت گفتم رو بکن. باز داری کجا میری؟ میرم مینو رو صدا بزنم. شما دوتا کار نمی کنین، خودم تنهایی انجامش میدم. عبدالله عزیزم، برو میربخش رو صدا بزن. بیا اینجا، بیا. چه خوشگل شدی عزیزم. آبجی من خسته شدم. نه اینجوری نگو، خدا ناراحت میشه، قربونت برم. ولی خسته شدم، میخوام بازی کنم. ببین توی ما قیمت سهام چقدر صعود کرده؟ 50% پیشنهاده. من که میگم بفروشش، به بازار اعتمادی نیست، ممکنه قیمت رو نزول کنه. آره، اول باید با شیخ حرف بزنم. توکل به خدا، خدای بانده تو. بابا رو بفرست بالا، من ازش اجازت رو میگیرم. باشه؟ زود باش برو. بابا، آبجی کارت داره. بله، چی شده دخترم؟ بابا راستش خاله مهنگار خیلی غمگینه. لا حول ولا، واسه یه همین حرف منو اینجا صدا زدی؟ اصد برو پول کلاستو پرداخت کن. نه بابا، پول نمیخواد، دعا میخواد برای پسرش تا برگرده خونه. دخترم دعا واسه کسی اثر میذاره که بهش اعتقاد داره. اما آخه بابا. برو دخترم سفره رو حاضر کن، شیخ الان ها میرسه. برو. آفرین. Gare 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 g
تو چرا اینجا وایستدی؟ دختر، این آدمه چقدر جذابه داره. اوی، نفسم با دیدنش وای میسه. من باهات شرط میبندم فقط یه بار تو چشم یه دختری نگاه بندازه، بدون شک اون دختر از دست میره. میگم اینو دارم فکر میکنم که الهیان بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داداش هارون، زنمو میپرسه که غذا و میوه شیخو حاضر کنه، بسته بندیش کنی؟ نخی، کسی بسته بندیش نکنه، من خودم میام انجام میدم، خودم هم براش میبرم. خیلی خوب. داداش هارون، منم باهاتون بیام. دعا مثل دارو نیست که از دارو خونه بری و بیاریش دختر جون. ببین، تا وقتی که عقیدت محکم و از پیروان اصلی شیخ نباشی، دعاش بهت نمیفته. این حرفای خود اونه، با درس خوندن اینا رو نمیفهمی. تو برو، من میام. نامه ی عاشقانمو بهش ندادی؟ خیلی بدی. گلسوم، تویی؟ تو این وقت شب برای چه کاری اومدی؟ اینو واسه‌تون آوردم. این چیه؟ بیا داخل. الان بهتون میگم. خیلی غذای خوشمزه‌ای درست کردیم. پلو، کوفته، سالاد، دسر مورد علاقتون. به به، روح پدر بزرگت حتما خیلی خوشحاله. راستش خاله جون، از اون غذاهایی که خونه شیخ میفرستادیم یه ذرشم برای شما آورده. خب من چیکارشون کنم؟ باید غذا رو بخورین دیگه. میده من اینقدرام بزرگ نیست که همشون رو بتونم بخورم گلسوم جان. خاله، حقیقتش من با شیخ در موردتون حرف زدم. چه حرفی؟ این که اون براتون دعا کنه. ممنون. اون آدمی نیست که شما فکر میکنین خاله. خداوند همه چی بهش داده، از کسی توقعی نداره. وقتی داداشم به دنیا اومده بود، بابا واسش هدیه بزرگی خریده بود، اما اون نگرفت و ردش کرد. باشه فهمیدم، حالا میتونی بری، دیر شده. همه ی اینا رو هم تو یه هفته میتونم بخورم. اگه الان بیلو اینجا بود، تا فردا هیچی نمیموند.
اومدی که اشکمو دراری؟ شما یه بار، فقط یه بار از ته دلتون بهم اجازه بدین، بعد همه چیو به من بسپرین، من حواسم هست. تو چی میخوای گلسوم؟ که من کاملا تنها بشم؟ تو این تنهاییم فقط خدای من با منه، میخوای اونم تنهام بذاره؟ بی خیال، حالا دیگه برو دختر، برو. برنج بکشیم. اون که شیخ و مرشد رو قبول نداشت، امروز چطور دعا میخواست؟ خدا رو شکر خان داداش، الان که شرایط سخته عقلش سر جاش اومده، وگرنه میترسیدم ذهنیت دخترامون رو خراب بکنه. اون عقلش سر جاش نیومده، بلکه دختر شماست که واسش دعا میخواد. گلسوم؟ اون خیلی غمگینه بابا جون. وقتی به بزرگا بد و بیرا بگه فقط غم به دست میاره دیگه، مگه نه؟ چی؟ مگه چه بد و بیرایی گفته؟ اون بیشتر از همه ما میدونه. قالب، اقبال، گلدین شاه، رومی، همیشه کتاب یکی از اینا دستشو میخونه. به نظر من خودش میخواد شیخ بشه، اونم از این شیخایی که تو فیلمای خارجی هست. واسه همین همه سرش تو کتابای خارجیه. هارون پسر، این غذا خیلی خوشمزه است، این دسر رو هم بده من بخورم. لازم نیست آخه، باز دستتون رو دلتون میذارید که دل درد دارم. ای بابا، تو هم همش به من گیر بده. زنده داشت، من که میتونم دسر بگیرم. نه خیر بابا جون، اصلا براتون خوب نیست. نه خیر. تو خیلی نگران بابات شدی ها؟ چرا میخوای رژیم بگیره؟ مگه میخوای زن دوم براش بگیری؟ تو این 25 سال شما بی خیال بودین، حالا اون میخواد یه کاری کنه، شما مانعش نشین. میدونین امروز چی شد؟ چی؟ این میخواست بره سر کلاسش، باباشم حاضر شده که برسونتش، ولی وسط راه رفته مغازه رنگرزی خودش. ای داداش جان، تو خیلی خوششانسی، من که نه زنم به فکرمه نه دخترم. راستی آقا هارون، تو مراسم سال بعد بابا تو هم باید یه فکری به حالت بکنی. نه نه دایی جان، منو تو این مورد ببخشید، من علاقه به این مسائل ندارم. چرا؟ تو چی میخوای؟ میخوای تا آخر عمرت عصب باشی؟ آره دایی جان، علاقه به زن پیدا کردن ندارم. طاهره خانم، یه ذره از کارهای خودت کمتر کن و یه فکری به حال این بکن. مگه این به جز ما کیو داره؟ چه فکری کنم؟ مگه شیرینیه که بیام جلوش بذارم؟ خودش به عروسی رضایت نمیده. آره والا، زنداداش راست میگه. منم هر دفعه حرفشو پیش کشیدم این پسر این کار کرده. خب پسرم، اگه دختری و دوست داری خجالت نکش، بگو. از دست شما دایی جان، شما غذاتونو بخورین. خیلی خوشمزه است. میگم و دختر، به نظر من داداش هارون یه مشکلی داره. من تا امروز ندیدم به هیچ دختری علاقه مند باشه. به جز دختر به همه چیز علاقه داره. ببین اگه اینطوری باشه خیلی در حقش ظلم میشه. بیچاره خانوادشو که ندیده، حالا بچه هاشم نمیتونه ببینه. میگم مینو، فردا بریم دانشگاه. دانشگاه؟ آخه دانشگاه چرا؟ همه درگیر آماده شدن واسه امتحانه. فردا به بهونه دانشگاه ما میریم خونه جناب شیخ. دیوونه شدی دختر؟ من نمیخوام برم. میخوای خودتو منو به کشتن بدی؟ من که نمیرم. تو میری. گفتم نمیرم. حتما میری. همینجا ساقا بایسی، کرایتون، و در ضمن همینجا منتظر بمونین، ما زود برمیگردیم. باشه؟ باشه حتما خانم. بریم؟ من نمیام. مینو مزخرف نگو، نمایش را ننداز، بریم.
بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. خونه شیخ حبیب همینجاست آقا؟ بله همین خونه است. جناب شیخ، دو دختر جوان اومدن دیدنتون. کیا هستم؟ اون مریداتون که هستن، اونا که رنگ رزی دارن، عبدالمجید و عبدالغنی، دخترای اونا اومدن خدمتتون. خوبه. خوبی نکردی گلسوم، این حرف به گوش خانواده میرسه. لازم بود خودتو معرفی کنی دختر. آروم باش، هیچی نمیشه. من خودمم میترسم. مگه ندیدی با چه لحنی داشت حرف میزد؟ الان چه احترامی برات میذاره ها؟ تو چی فکر میکنی؟ با شنیدن اسم بابات سری میاد اینجا؟ دیگه اونقدر هم علکی نیست. بابا حداقل روزی چند بار با شیخ حرف میزنه. تجارتمون داره با حرفای شیخ پیش میره. میگه چی کار کن چی کار نکن، چه وسایلی رو بخر، چه سهامی رو بفروش، چه اموالی رو بیار چه اموالی رو نیار، همه چی رو که شیخ بهشون میگه. داداش هارونم به نظرم هر روز میاد زیارت شیخ. وای خدای من، اگه الان اومده باشه چی؟ بریم بریم لطفا، خواهش میکنم. اینو آروم باش، مسخره بازی تر نیار، هیچی نمیشه. بفرمایید، شیخ گفتن بیایید داخل. بفرمایید. اگه الان داداش هارون با بابای من و تو بیاد داخل، چه اتفاقی میفته ها؟ چرا اینقدر میترسی؟ حالا ببین، همینطوری میشه که من میگم. مزخرف نگو. پس این چه معنی داره؟ خودش رفته و ما رو فرستاده داخل. ای بابا میاد دیگه، یه چند لحظه دیگه میاد. آره رفته واسه تو غذا بیاره، کنارش کیک و شکلات هم میاره. آخه نیست اولین بار اومدی خونهش ازت پذیرایی میکنه؟ تو چی فکر کردی ها؟ رفته تو مغازمون که بابا و عمو و هارون رو بگیره و بیارشون اینجا؟ آره؟ نمیدونم مینو، احساس میکنم قراره چیزی بشه، ولی خودم هم نمیدونم چی. مینو، مینو اون چیه؟ اونجا رو ببین، یه نفر داره میاد. کی؟ اونجا رو نگاه کن. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. بشینید. چرا از مهمونا پذیرایی نکردی؟ برو براشون شربت خنک بیار. چشم خانم جان. بشینید. بشینین. اسمت چیه؟ راستش اسم من گلسومه و اینم مینو مجید. درس میخونین؟ بله خانم. داریم لیسانس میگیریم. چی شد که اینجا اومدین؟ حقیقتش از جناب شیخ
یه خواهشی داشتم. چه خواهشی؟ این دعا میخواد. واسه خاطر چی؟ راستش این دعا رو واسه خودش نه، واسه یکی دیگه میخواد. نه خیر، برای خودم دعا میخوام. راستش تو محله ما یه خانومی هست که اسمش خاله مهرنگاره، معلممونه. پسرشونو ول کرده و رفته، حدوداً 7-8 سالی میشه. خیلی بهش التماس میکنه اما اون نمیخواد برگرده. کجا رفته؟ رفته پیش باباش؟ همه چیو تعریف کن دیگه. من بهتون میگم، خاله مهرنگار با شوهر قبلیش ازدواج عاشقانه داشته، ولی بعد 4-5 سال اون عاشق یکی دیگه شده. خاله هم طلاق گرفته و با اون ازدواج کرده و یه پسر رو برده. اون 10-11 سال پیش خاله بوده، اما یه روز یهویی رفت پیش باباش. حالا خاله از دوریش گریه میکنه. خیلی گریه میکنه، خیلی زیاد. پس دخترم، چرا گفتی که واسه خود دعا میخوای؟ راستش خاله به دعا هیچ اعتقادی نداره، پس من فکر کردم که اینجوری که دعا تأثیری نداره، واسه همین خواستم اسم خودم براش دعا بگیرم. اگه تو دعا رو به اسم خودت بگیری، پس اون پسر به خاطر مامانش نه، بلکه به خاطر تو میاد. فکرشو بکن. دخترا، امروز چرا اینقدر زود اومدی؟ راستش خاله جون، خونمون خیلی مهمون اومده بود، فکر کردیم که اینجا بیایم درسامونو بخونیم، البته اگه مشکلی وجود نداشته باشه. نه خیر، بگو از کار خونه فرار کردی. بریم درساتونو بخونین و شلوغ کاری هم نکنین، وگرنه دوباره میفرستمتون خونه. کجا قایمش کنه؟ مینو دختر، یه چیزی بگو دیگه، اینو کجا قایمش کنه؟ داخل یه کتابی چیزی دیگه. کتاب؟ مگه دیوونه شدی؟ خاله هر لحظه ممکنه یه کتابی رو برداره و بخونه. ولی حاج خانم گفته بود که یا لای درز دیوار بذار یا توی چاه بنداز. اون واسه این حرفو زده که دعا اثر نذاره. آخه چرا اثر نذاره؟ واسه این که این دعا رو جناب شیخ نه، بلکه خانم محترمش داده. خب چه فرقی میکنه؟ چرا فرق نمیکنه؟ یکیش گوشه نشینه و یکیش هم واسه بازی دادن آدمایی مثل تو وقتشو میگذرونه. مینو دختر اینجوری نگو. اون هاش خانم چقدر با همون با احترام رفتار کرد، ما رو داخل دعوت کرد، ولی جناب شیخ چی؟ اون که گذاشت و رفت. به خیال خودش ما رو دعوت کرده. نه خیر، فقط واسه دلخوشی ما اون حرفو زد. اون به خانوادمون احترام میذاره. ما از زمان بابا بزرگمون مریدشون هستیم. تو نمیدونی که در اصل هاش خانوم دعاش قوی تره، ولی چون خیلی بیرون نمیره، جناب شیخ این کارا رو انجام میده. ولی در حق شیخ چه ظلمی شده؟ اون اصلا به هاش خانوم نمیاد. پیدا کردم مینو، جاشو پیدا کردم. ببین چطوره؟ آره خوبه. یه بار دیگه هم فکر کن. به چی؟ دعا به اسم توه. نکنه بیلو دوباره برگرده و بلای جون تو بشه. چرا اینقدر در میزنی ای بابا؟ وایسا. بله
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ گلی؟ بیلو؟ اکیانو